مهمان داریم با افتخار و احترام آقای داوود سیدعباسی، سرمربی محترم شهر خودرو. آقای ما مهمان، البته میزبانن دیگه، کسایی که میان تو شبکه ورزش خودشون میزبانن، ولی با افتخار میزبانشون هستیم. سلام عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید. سلام عیدتون مبارک. عرض سلام دارم خدمت شما آقای توتونچی، همکاران محترمتون. همچنین عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. اجازه بدید من از همینجا تو برنامه خودتون سال نو تبریک بگم خدمت همه هموطنان عزیزم. ان شاءالله که سال خوبی رو داشته باشن تا آخر سال. انشاءالله. آقای سیدعباسی، میخوایم از همین اول ریتم گفتگو رو تند کنیم و سوالات اصلی رو به جای اینکه آخر بپرسیم اول بپرسیم. بریم سر اصل. شما از دوران نوجوانی یا کودکی استقلالی بودی یا پرسپولیس بودی؟ چون تو جفتش بازی کردی. خدمت شما از نامتون جا ما اولش دیگه ریتم خیلی بردیم تند. خیلی تند کردی. سوال آخر اول پرسیدم. آقا پیشکسوت استقلال یا پیشکسوت پرسپولیس؟ خدمت شما عرض کنم که خب من با افتخار اینجا خدمت شما عرض کنم که من افتخاری داشتم تو این دو تا تیم پرطرفدار کشورمون، پرافتخارترین تیم‌های آسیا، پرطرفدارترین تیم‌های آسیا بازی کنم. خب با پیران استقلال و پرسپولیس گل زدی. بله، با پیران پرسپولیس به استقلال گل زدی. مثلا علیرضا نیکبخت واحدی میگه من پیشکسوت استقلال. آره. شما خب... اولش که خب من فجری هستم. قبل از هر چیز رو شما بگم، من اصلا علت علاقه من به شما به خاطر اینکه فجری هستیه. بله، من خب فوتبالم تو تیم فجری سپاسی شیراز شروع کردم. بله، تیم بازیکن‌ساز، کارخونه بازیکن‌سازی. بله بله، خیلی از بازیکن‌های خوب تیم ملی کشورمون از تیم فجری سپاسی اومدن و اینکه یه مشخصه بارزی که داشتیم تیم فجری شهید سپاسی اینکه بازیکن‌هاشون سال‌های زیادی بازی می‌کردن تو لیگ، یعنی اینجوری نبود که بیان تداوم داشتن بازیکن. اینکه من شما میگم خب بله من استقلالی هستم، ولی خب پرسپولیس هم بازی کردم. بله من تمام، یعنی اون تا موقعی که آقای توتونچی بودم سعی می‌کردم که تو هر تیمی که هستم نهایت فرمانمو بذارم، برای تیم پرسپولیس هم همین کارو کردم. من تو تیم پرسپولیس هم تو دربی برنده شدم، برنده دربی شدم، ولی خب بعد من استقلالی هستم. استقلالی هستم. پیش کسوت استقلال. چی شد فوتبالیست شدی آقای سیدعباسی؟ والا آقای توتونچی از اون موقعی که یادمه، یعنی که یادم میاد بعد دولایه جلو یادم میاد، بعد یه تو پلاستیکی بود و تو کوچه و بازی. کدوم محله؟ شهر ری. شهر ری. بله، شاپتلزی. شاپتلزی. شاپتلزی ورزشکار داره. حالا نه فقط فوتبالی، مثلا حسین اجاقی. بله. یه وشو کشتی چقدر. خود به نام اول قاسم پور. بله، خب اونجا دیگه از اون اول خب زیاد خب امکانات اونطور فراهم نبود که مثلا، یا شرایط مثل حال نبود که سرگرمی‌های دیگه باشه. این بود که از همون اول دیگه هر بچه‌ها کم خرج‌ترین سرگرمی آقا پسرات تو نسل شما هم دهه 50 دیگه، منم دهه، ولی پر سر و صدا همین گل کوچیکه بود دیگه. بله دیگه، کم پلاستیکی و دو تا سنگ و آجر و اینا، ولی سر و صدا زیاد. بله. شیشه بیار پایین و شیشه بشکن و از این محل برو کوچه بالایی بازی کن دیگه، توپتون تو حیات ما نیفته که اگه بیفته پاره میکنه و این داستانا. اون توپ دلایه کردن ها و این سر زانو خودش تکنیک داشت. آهان ببین، سر زانو خودش تکنیک داشت. بله، چجوری ببری اون بالا اون بالا. حالا من یه پیشنهادی، حالا دوستان الان برنامه ششممونه دیگه، این باد و برق گذشت، تو پلاستیکی بیاریم اینجا، کسایی که بالاخره دهه 50 و 40 هستن با همینا زمینای خاکی 60 هم همینطور شما گل کوچیک بازی. آقا مسابقه بذاری من واقعا هستم، یعنی مدعی هم، یعنی مدعی بالا مدعی هستم. یه توپ چند تو چند تو چند دقیقه یا چند ثانیه دلایی؟ ببین من انقدر توپ دلایی میکردم و تو من خواهرم هم یاد گرفته، خواهرم از خودم کوچیک‌تر بود، بعد انقدر که میبینیم تو میشستیم با هم دیگه، یعنی اون کوچیک‌تر از من بود، با هم دیگه میشستیم اونم دلایی میکرد قشنگ میذاشت سر سلایه تو پلاستیکی یه ذره سفت میشد. آره. و خشک میشد و نمیشد. آره. ولی دولایه خوب میکردی. اون زمانم آقای اماد، حالا آقای سیدعباسی اینجاست، اون موقع یک کتونی بود، کتونی چینی میگفتن. بله. تسبز نه، دبلیو هم بود. دبلیو. اسپورتکس هم بود. اسپورتکس هم بود. شما اسپورتکس وضعیت خوب بود میپوشیدیم، ما دبلیو میپوشیدیم. یه نه یه لول پایین تر اون تسبزا. بعد نکته زری سلایه میکردی چون روش چیزی نداشت. بله. که میزدی روی پاد، استخون روی پاد درد میگرفت. بله. بنابراین با همون دولایه کار جمع میکردی. بله. چند تا شیشه شکست نیام صدا داره میشوره. نه ولش کن شیشه حساب کنم. شیشه نه، ولی یه دونه تابلو شکن. تابلو شکن. بله. خیلی هم خوب. میخوام در مورد تیم شهر خود رو صحبت کنیم و اینکه انتهای جدول هست، نزدیک دو سوم از لیگ هم به پایان رسیده، 7 هفته مونده از زمانی که اسم تیم عوض شد و اون هویت رو پیدا کرد تا ما هفته 20 و 19 میگفتیم نماینده شهر مشهد،
یه سری میگفتن پدیده، یه سری میگفتن شهر خوده، ولی از زمانی که دیگه اسمش تموم شد انگار یه تعصب خاطی، یه تعلق خاطی، یه تعصب خاصی اومد سراغ بازیکن‌ها. الان چند تا امتیاز گرفته. اون شهر خود رو بگو. آقای توتون چه خب من قبلا هم تو برنامه خوب شما هم من گفتم واقعیت این هستش که با توجه به اینکه من تقریبا میشه گفت 3 سال رابطه خیلی نزدیکی با باشگاه شهر خود داشتم، خب کم و بیش از اتفاقاتی که تو تیم شهر خود میافتاد با خبر بودم. و حالا سوال میاد اینجا، عذرخواهی میکنم، میخوام ریتم رو برسونیم به یک جای سرانجام. گفتی به خاطر رفاقت، از سر رفاقت اومدی سرمربی تیم شهر خود رو شدی یا آگاهانه حساب کتاب کردی آقا وضعیت تیم اینه حالا من برم؟ اعتبارت دیگه. خدمت شما بگم که تنها سالی که من تیم شهر خود رو واقعا خبر نداشتم امسال بود، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با باشگاه شهر خود رو نداشتم، یعنی با خود جناب امیدآبی هم فکر کنم حدود 3 ماه بود اصلا تلفنی هم با هم دیگه حرف نزدیم. تا بعد از بازی با نساجی مازندران بازی رفت که آقای امیدآبی با من صحبت کردن، اصلا قرار بر این نبود که من برم، یعنی من خودم نمیدونستم که قراره برم بشم سرمربی شهر خود. با آقای امیدآبی که صحبت کردم بعد که از نیت ایشون باخبر شدم، حالا آقای امیدآبی خودشون هم نیست، خداشون که اینجا هست، بگم واقعا من یعنی نتونستم آقای امیدآبی رو ترغیب کنم به اینکه تصمیم دیگه ای بگیرن، یعنی موفق نشدم که این کارو بکنم. زورت نرسید شما بفهمید؟ بله زورم نرسید واقعا، چون میدونم رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی شما و اینکه در نهایت با افتخار قبول کردیم که در خدمت تیم شهر خود رو باشیم. این خب شما از بعد به شروع لیگ تا همین الان اتفاقاتی که تو تیم شهر خود رو افتاد با توجه به اینکه خب خیلی شدت بالا میگرفت و اینا، کما بیش هم شما هم بینندگان عزیز اطلاع دارن شرایطی که داشتیم، خب با مشکلات زیادی توی فصل این تیم دست و پنجه نرم کرده تا قبل از اینکه من بیام، چه موقعی که مربیای دیگه بودن چه الان که ما هستیم، خب این خیلی لطمه زد به تیم شهر خود رو. تیم شهر خود رو فراموش نباید بکنیم که تنها تیم تو استان خراسان بود، تو تاریخ استان خراسان بود که تونست تو جام باشگاه آسیا حضور پیدا کنه. بله. و الان شرایطی که داره خب ناراحت کننده است. البته ما امیدی که داریم که الان تلاشی که بچه‌هامون دارن می‌کنن، اون زحمتی که دارن می‌کشن تو این چند هفته اخیر، خیلی امیدوار شدیم ما، یعنی بتونیم تا هفته آخر دو تا برد خوب کسب کنیم، بتونیم شانس خودمون رو امتحان کنیم و تو جدول باقی بمونیم، چون که فاصله امتیازمون خیلی زیاد بود، الان تونست فاصله امتیازمون کم کنیم، هرچند که خب تیم‌های دیگه هم تیم‌های خیلی خوبی هستن، اون هم شرایط خوبی دارن، بازیکن خوبی داریم، ما فقط داریم تلاشمون رو می‌کنیم دیگه، یعنی بتونیم تا سر حد توانمون تلاشمون رو بکنیم تا ان شاءالله تا هفته آخر ببینیم چه اتفاقی میفته. این مشکلات بین مدیریت باشگاه شهر خودرو و مسئولان زحمتکش استان چقدر تاثیرگذار بود تو جایگاه فعلی تیم؟ هم فکر می‌کنم خب تأثیری زیاد بود. نمی‌شد یه جوری جمعش کرد؟ فکر می‌کردم میشه، یعنی روزی که من خودم قبول کردم که برم اونجا فکر کردم میتونم، ولی دیدم انقدر شکاف ها عمیقه، انقدر اون اختلاف ها عمیقه دیگه، یعنی اسمش اختلاف نمیشد بزنی. آقای اسد عباسی، من یه اسمی رو میخوام به شما بگم، شما استفان کوزن سرمربی که قرار بود بیاد در شهر خود رو و قرار بود که کنار شما قرار بگیره، حالا به عنوان دستیار شما باشه، چه اتفاقی افتاد که یعنی خودتون به این نتیجه رسیدید که برای کادر فنیتون نیازی ندارید بهش، یا نه همین اختلافاتی که آقا مهدی فرمودند و گفتند که در حال بحث مالکیت و گم شد این اسم و ما هیچ وقت ندیدیم اون رو قرار بگیره روی نیمکت؟ روزی که من اومدم، یعنی روزی که با حمیدآبی قرار شد که من قبول کنم مربیگری در تیم شهر خود رو، شرط یعنی شرط که صحبت که با حمیدآبی کردیم قرار شد که استفان کوزین رو صحبت کنیم که بیاد، یعنی من فقط هم گزینم استفان کوزین بود، ایشون اگه می اومد من حاضر بودم خودم بایستم بغلشون کار یاد، یعنی کار یاد بگیرم ازشون، ایشون مربی خیلی حرفه‌ای هستن، کاملا حرفه‌ای هستن، سابقه حضور در تیم شهر خود رو داشتن، رابطه خیلی نزدیکی خود من داشتم با استفان و خودم با استفان اصلا مذاکره می‌کردم، این صحبت‌ها رو من انجام می‌دادم. بله. با استفان. بله. و خب استفان قبلش یعنی سرمربی تیم ملی سودان شده بود و تحت قرارداد بود اونجا و یه اختلاف حسابی هم، یعنی اختلاف حساب هم یه سری از
قراردادش باقی مونده بود که باشگاه شهر خودت متعهد بود که ایشون بعد برگردونه، که من به ایشون گفتم قراره که پولتم بدیم، ولی یه سری مشکلای شخصی هم خود استفان داشت که حالا اجازه بدید من اینجا بنو نگم خدمت شما. بله، و اینکه اون موقع سخت بود استفان بیاد، یه مدت وقت خواست، یعنی حدود 2 هفته من خودم با استفان در ارتباط بودم و اون مبلغی هم که باشگاه شهر خودت بهش پرداخت کرده بود و خودم در جریان بودم، با مدیر برنامه ایشون تو ایران در ارتباط بودم. نهایتا ایشون قبول نکردن که بیام، به خاطر دو تا مسئله، یکی اینکه تحت قرارداد باشه، یعنی تیم ملی سودان بودم، و یه سری مشکلاتی که یه سوال دیگه که من از شما دارم، اختلاف شما با آقای سید مهدی رحمتی، میخوام راجع به این اگر مهدی اختلاف نداشتید با هم؟ ببینید الان بگیریم رو خط برنامه بیان سوال. آره حتما، من همین چند وقت پیش خیلی هم خوشحال شدم بازی اولشون رو بردن. من با هم بازی میکنید در ادامه لیگ؟ نخه بازی کردیم، نخه بازی کردیم، بله، ولی قبل سرمربی که شدم با هم دیگه تبریک گفتم بهشون، آرزو موفقیت کردیم. والا من و میتی خب نه هیچ، الان خیلی با اصلا همیشه با هم دیگه ارتباطمون خیلی خوب بود. من و میتی از زمان، البته شما قبل از برنامه گفتین این سوالو میپرسم، من پرسیدم فکر نمی‌کردم بپرسین، ولی خب بگم بهتون، از زمان فجر شهید سپاسیمون اولین بازیایی که میتی اومد، یعنی از روز اولی که اومد تو شهر خود تو اف میگم شهر تو فجر سپاسی، من با میتی ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم، به خاطر اینکه جفتمون از فجر تهران رفته بودیم فجر سپاسی، یعنی اون موقعی که اومد میتی اونجا و روز اولی که درون دروازه وایساد، من قشنگ به خوبی یادم، حتی با دیتیل اگه بخوایم بهتون بگم، و تا همین چند وقتم یعنی همیشه هم دیگه ارتباط خودشیم. یه اختلافی پارسال پیش اومد که حالا ندونسته بود، یعنی نه ایشون تو جریان بود نه من، یه سوء تفاهمی شده بود که از اونجایی که خب جفتمونم سید هستیم و اینکه یه ذرم عصبی میشیم و همون شما هم دیگه زنیم، ولی بعدش همه چی به خوبی پس الان تموم شد، اصلا یه چیز نبود، رفقای همجنان درجه یک و قدیمی این اتفاق میفته، این اتفاق بهتره که نیفته البته، ولی خب حالا از موقع هم اینطوری میشه دیگه تو بین دوتا رابطه. من امیدی رابطه فقط دوستی نیست، خیلی بالاتر از این هاست، بخاطر اینکه رفتمان خانوادگی داریم ما هم دیگه. بله خیلی، یعنی نزدیک هستیم حالا به واسطه یه سری ارتباطای دیگه، اینکه هم یعنی همیشه با هم دیگه در ارتباطیم و اینکه همین الانش هم با هم دیگه در ارتباطیم و هیچ، ان شاء الله که خدا شما جفتتون رو برام دیگه حفظ کنه. دو سوال می‌پرسم کوتاه جواب بده، یه فاصله می‌خوایم بگیریم برگردیم. آقا به نظر شما کدوم تیم شانس بیشتری برای قهرمانی داره، استقلال یا پرسپولیس؟ خب من فکر می‌کنم با توجه به، البته من الان این سوالو جواب بدم، من خودم بخوام راجع به تیم قهرمان بگم، چه اشکالی داره؟ من فکر می‌کنم با توجه به به حال شهر خودروش قهرمان نمیشه، تلاش اون رو کنیم حالا تا هفته آخر. ببینید با توجه به هفته‌هایی که باقی مونده و اون سیری که تیم‌ها داشتن تو طول فصل، من فکر می‌کنم اون بالانسی که استقلال داشته تونسته حفظ کنه خودشو تا الان، تا همین الان تو این 22 هفته‌ای که بازی کردیم، 23 هفته تو 23 هفته‌ای که بازی کرده استقلال تونسته اون اصلا سیر نزولی سعودیشو تقریبا رو بالا بالانس کنه، از همه بازی‌ها تونسته امتیاز بگیره و اینکه این اعتماد به نفس رو به تیم استقلال داده که بتونه تو ادامه فصل هم من فکر می‌کنم با همون اعتماد به نفس جلو بره، با توجه به بازیکن‌های خوبی که داره، کادر فنی قوی که داره، من فکر می‌کنم استقلال شانس اول قهرمانی، شانس قهرمانی هست و اینکه نمی‌تونیم برای پرسپولیس شانس قائل نشیم. شانس بیشتری، سوال من دقیقاً همین بود، شانس بیشتری داره استقلال، نمی‌تونیم برای پرسپولیس شانس قائل نشیم، به خاطر اینکه پرسپولیس قهرمان 5 دوره لیگ ما هست، بازیکن‌های خیلی خوبی داره، کادر فنی خیلی قوی داره، بازی‌های خیلی خوبی رو ارائه میده و تعلل استقلال با فکر می‌کنم پرسپولیس این توانایی رو داره که بتونه استفاده کنه و خودش رو برسونه برای قهرمانی. ممنون که همچنان ما رو تماشا می‌کنید. آقای داوود صدعباسی، مرد سال فوتبال ایران از نگاه شما، 23 هفته از لیگ گذشته، تعدادی از هفته‌ها رو به عنوان سرمربی روی نیمکت شهر خودرو بودی، کاملاً آگاه هستی، شناخت داری از همه بازیکن‌های تیم‌های رقیبت و در نهایت یه نفر رو به عنوان مرد سال 1400 معرفی کن. سوال سختی پرسیدین آقای توتون، چی بخاطر اینکه هم آمادگیش نداشتم خیلی زود بخوام به شما بگم و اینکه بازیکن‌های خیلی خوبی تو لیگ ما حضور دارن، واقعیت هم این هستش که ما لیگ خیلی قوی، یعنی لیگ خیلی قوی داریم، تیم‌هایی داریم که الان خیلی خوب دارن با هم رقابت می‌کنن تو همه، تو هر جا
جای جدول نگاه کنیم. آره انتها و بالای جدولمون جذاب. بله اصلا یه لیگ پویایی داریم. من فکر می‌کنم تیم‌های زیادی هستن دارن برای مقام رتبه‌های بالاتر می‌جنگن. حالا شاید استقلال پرسپولیس جدا شدن از بقیه تیم‌ها تقریبا تو چند هفته که گذشته، اما بخوام یه نفر رو به عنوان یک نفر رو به عنوان بهترین بازیکن فصل ثبت تا آخر فصل تا الان. تا الان 1400 دیگه، پرونده 1400 بستیم، الان وارد قرن جدید 1401 شدیم. یه دونه به عنوان مرد سال فوتبال. هزار و یک تا پنج بیشتر فرصت نداری. هزار و دو، هزار و سه، هزار و چهار، والا هزار و پنج. یه جوری بگم که آخه نسیخ بسوزه نکباب. یک اسمه که شما سلیقه است. لژیونر نباشه، لیگ خودمونو شاغل در لیگ خودمون در سالی که گذشت 1400. آره از داخل لیگمون باید بگیم. من فکر میکنم خب با توجه به دقایق بازی که یعنی بازیکناتونستن بازی کنن توی لیگ برترمون، من فکر میکنم شاید حسین مرادمن یا سیاوش یزدانی چون بهترین خط دفاع رو داره استقلال و تاثیر بسزایی داشتن این دو بازیکن تو تیم استقلال، به خاطر اینکه حالا خودمون هم جلوشون بازی کردیم از توانایی‌های اون دو عزیز باخبر هستم، من فکر میکنم که این دو تا. خیلی هم خوب. آقای محمد نصرتی روی خط من دارن تماس میگیرن، دوستان پشت صحنه محبت کنن که پیگیری کنن. خدمت شما عرض کنم که آقای ما سوال امروزمون برای ترکیب هافبک هجومی هستش. دوستان من اگر گزینه‌ها رو نشون بدن و به نمایش بگذارن بپرسیم از آقای صدعباسی بفرمایید. آقای آذرباد، آقای حسین‌زاده، آقای خداوندلو، آقای رفیعی و آقای ریکانی، از نظر شما برترین هافبک هجومی این گزینه‌ها گزینه‌هایی هستن که کارشناسان ما روش هم محسن آذرباد مهمان ما هم بودن چند روز پیش. بله فکر کنم محسن آذرباد نه فقط امسال، هم پارسال، هم چند سالی که توی لیگ بازی می‌کرد. حالا اصلا پاس گل که حالا من خودم حالا زیاد، نه اینکه فقط ملاک بخوایم پاس گل بزنیم، میزان دوندگیشون اون بازیایی که برای تیم آقای رئیسی بهش لقب مهندس داد. آره اون لیدری که میکنن تو تیم با کیفیت. بله شما دو سه تا نکته حالا دوباره برگردیم به شهر خود. یکی اینکه شما از وقتی شدی سرمربی تیم شهر خود رو 5 تا دروازه‌بان تغییر کردن تو ترکیب، درسته؟ یا چهار تا دروازه. خیلی نیست؟ ما تقریبا میشه گفت تو همه پست همینه. آره حالا می‌خواستم پست به پست بیام، حالا گفتی همه پستا دیگه. تقریبا میشه گفت ما سعی می‌کنیم. چرا دنبال چی بودی که به ترکیب مورد علاقه خودت برسی؟ آقای تو چه خدمت شما عرض کردم. من علاوه میگم تنها سالی که تیم شهر خود خبر نداشتم، اینکه من نسبت به واقعا توانایی بازیکن خودمونم زیاد اشراف نداشتم روزی که اومدم، و اون زمانی که من سرمربی تیم شهر خود شدم بازیات خیلی فشرده بود، بازیامون خیلی سخت بود، البته روی کاغذ و مثل باکسینگ دی این لیگ برتر انگلیس بود، هر چهار روز بازی تا بهم آشنا بشیم مصدوم میدادیم، یه سری اتفاقات اینجوری میاد ریکاوری کنیم دوباره ببینیم چه جاها رو بعد عوض ترکیب رو بعد پیدا می‌کردیم، و اینکه خب این جا به جایی رو زیاد داشتیم. البته خب تو پست دروازه‌بانی خودتون حالا استاد هستین میدونین بالاخره یه پستی هستش که خیلی حساس هست. 30% تا 40% تیم خیلی حساس هست اونجا رو باید، ولی خب با توجه به اتفاقات یا مسئولیتایی که میدم، سعید جلالی رادو روزی که من اومدم مصدوم بود و بعد از دو تا بازی دوباره مصدوم شدن ایشون، تونست یه بازی بابک سلامت رو استفاده کرد. یه برخوردی هم حالا که اسم آوردی بین دو تا دروازه‌بانتون به وجود اومد. داستان اون اگه دوست داری، اگه فکر میکنی جا داره اینجا بگی. ببین چون رسانه‌ها خیلی دامن زدن که آقا یکی با یه سلاحی اومد، اون یکی با یه سلاح دیگه اومد، حالا گرم و سردش من نمیدونم. شما اینجا تایید کنید، تکذیب کنید، توضیح بدید، شفاف سازی بشه. ببین آقا توتونشی تو عصر رسانه نمیتونی تکذیب کنی، یعنی بخوای تکذیب کنی خودتون رو می‌بری زیر سوال دیگه. بالاخره اتفاقی که تو تیم افتاد، ولی این شدت و حدتی که دوستان گفتن اصلا اینطور نبود. تو هر خانواده ای، تو هر تیم این اتفاقا میفته. من بعضا تو ازی از تیم‌ها دیدم اتفاقات خیلی مورد داشتیم، لیدر رفته تو رخکن به باد کتک گرفته، اینقدر اصلا اینقدر بزرگ نمیشد، اینقدر بزرگ نمایی نمیشد، و اینکه ما تقریبا میشه گفت 6 روز از 5 روز از اون بازی گذاشتن خبره این، یعنی روز قبل از بازی بعدیمون خبر این یه جلسه هم درگیری در اومد. آره یه جلسه هم جفتشون رو گذاشتی کنار، دروازه‌بان جوان تو آوردی. سلامت. یعنی یه برخورد انضباطی به موقع دیگه. آقای
بالاخره آیتون چی تو چون بعضیا مثلا اگه جایگاه شما رو داشته باشن آقا داود من حالا یه نکته رو میخوام بگم چون خودم فوتبالی ام میگم آقا من تیمم ته جدول خطر سقوط حالا اشکال نداره بیا برو واسه دروازه ولی میخوام بگم الان مربیای جوون ما شاید یکی از فاکتورهای مثبتشونه من دیدم ها اینو آماری دارم میگم مماشات نمیکنن تعارف ندارن آقا کسی که بی انضباطی میکنه میشوننش آقای توتون چی من خودم خب زمانی که بازی میکردم خب مثلا موقعی که جوون بودم خب جوون بودم شور و حال داشتم خیلی هیجان داشتم خب من اگه خودم همیشه خدا شاهده تا روز یعنی هفته آخرم هفته قبل از اینکه ما استاد یاوری رو از دست بدیم من باشون صحبت کردم یعنی با آقای یاوری در ارتباط هم ایشون نقش بسزایی داشت تو ورزش من نه به خاطر فنی به خاطر اینکه من تونستم 20 سال بازی کنم یعنی زمان تداوم داشته باشم تو تیمای بزرگ استقلال پرسپولیس وقتی جوون بودم 20 سالم بود آقای یاوری استاد یاوری مرحوم مرحوم پوریدری خدا رحمتش و خب یاد دادن به ما احترام گذاشتن و اینکه بتونیم حداقل برای به خودمون کمک کنیم تا حالا این الگو اصلا یه نکته دیگه میگم حالا بیرون زمین که خشن توی زمین هم تیمتون خشنه 40 خورده ای کارت زرد 4 تا کارت تمام رکوردهای بعد جابجا کردن تمام رکوردهای بعد جابجا من اینکه تعصب دارم بازیکنای شما میان میجنگن برای اینکه بتونن نتیجه بگیرن از این زاویه فنی فوتبالیش خوبه ولی میخوام بگم مورد دیگه که اون اوایل آقای توتون میگم مثلا آقا داوود نمیگه بچه‌ها برید نه برید با دنده بیاید بیرون اوایل لزر از اون برای بوم میافتادیم یعنی اون هیجانه باعث میشد که این اتفاقا هم بیفته الان تیممون خیلی پخته تر شده بچه‌مون خیلی یعنی واقعا خیلی عوض شدن دارن خیلی تلاش میکنن اینو امیدوارمون کرده دیگه بتونیم تا ان شاءالله هفته آخر بتونیم بجنگیم واقعا چون که فوتبال به هیچ کس رحم نمیکنه اینکه اگه بریم خودمون باید بریم تو زمین تا بتونیم ان شاءالله شانسمون رو امتحان کنیم برای اینکه بتونیم حرفی برای گفتن تو ادامه لیگ داشته باشیم خیلی هم خوب ما میخوایم یه فاصله بگیریم اونطور قبلش همراه داره برنامه نوروز فوتبالی در فصل ششم شرکت تکماکاران با 3 دهه سابقه فعالیت لینگوینی غنی شده با ویتامین های B1 B2 B3 تهیه شده از آرد سمولینا کمبود ویتامین های بدنتون رو میتونید با این ماکارونی جبران کنید تک ماکارون تولید کننده محصولات سلامت محور و غنی شده نکته ای داره این لینگوینی رو میام چی بود کارتونه دیگه موش سرآشپز بود لینگوینی اسم اونم لینگوینی بود اسم آشپزی که خیلی خیلی چیز بود مشخصه که کارتون تا دلت آره لینگوینی سرآشپز قدیمیه بود که تو اون رستوران خب که بعد موش اومد جاشو گرفت با اون آقایی که اون روحه که می اومد اون لینگوینی لینگوینی بود خیلی هم آقای مجموعه تک ماکاراندی آقای سید عباسی مفصل برای شما توضیح دادن خیلی ممنونم گفتگو با آقای سید عباسی خیلی کیف میده خیلی متشکرم عیدتون مبارک باشه اینم از معرفی دو تا بازیکن دیگه در پست مهاجم سایه یا هافک تهاجمی بله. چون سیستم 4-2-3-1 هست و البته که آقای سید عباسی الگوه مربیگری شما چون ما افتخار داشتیم در برنامه لذت فوتبال آقای سید عباسی چندین بار اومدن و تحلیل کردن بازی های خارجی رو اروپایی رو اگه اشتباه نکنم طرفدار بارسا هستی بد بارسا برعکس آقای علی منصوریان که بد رئال بله. هر دفعه همیشه هم با هم میگه کری داره با منم آخه من میگفتم سلام بینندگان بله. عزیز میگم دینگ اس ام اس اومد آقا چی آقای منصور هنو بازیشون هاشیم آقا چهار تا میخورید اون بازی سهیل چرا با هم دیگه دیدیم تو برنابو ستا خور رونالدینیو زد آره اونم با هم دیگه دیدیم با هم دیگه دیدیم بله. کری خوندی بعدش براش خیلی دنبالم کرد دیگه دنبالش بله فرق آقا تو استقلال من یه سوال بپرسم از شما راجع به این بازیکن سودانی که حالا رسانه هم خیلی کار که چی شد آقا بعد رفتش توی تیم ملی کشور شما گفتی بازیکن من یه دفعه گفته گلم زده بود آقای سید عباسی تو برنامه شبایی گفت آقا اون باز... هنرمندتون حالش چطوری گفت کدوم بازی کردن هم یه هنر دیگه نمیدونستی کدومش هنرمند بود نمیدونستم کدومشون خواننده بود آقا نمیگم دیجی میگفتم بود من نمیدونم آره شما نمیدونستی نمیدونم کدومشون بود خب این برگشت سودان دو تا گل زد تو بازی ملی برای کشور یه مامون مشهد زیارت رفت کلی خوش بهش گذشت و بعد رفت بدون امضای قراردادش یه دونهشون هافک دفاعی بود اسمشون فراموش کردم ایشون چیز بود یعنی مشکل ایف مارک داشت خب ایف مارک یعنی کارتشون رو سر خانم هرادشیان تایید نکرد بله خب و اون یکیشون تیتو فوروارد بود خیلی هم خوب ضربه میزد استفان هم خیلی ازش تعریف کرده بود یعنی من با استفان در ارتباط بودم استفان وقتی فوتبال سودان بود تیتو اوکولو بله
استفان به من گفت، یعنی با هم دیگه که صحبت می‌کردیم به من گفت شب خیلی خوبه و ما هم تو تمرینات دیدیم خیلی هم خوب ضربه می‌زد، اتفاقا خیلی هم به کارمون میومد. ولی خب پس تیتو اوکولو نبوده، اون یکی بوده هنرمنده که خوب ضربه نمی‌زد. آها نمی فکر کنم تیتو بود. تیتو بود فکر کنم. چه فرآیندی در باشگاه اتفاق افتاد که این جذب نشد؟ بعد اینکه ما خب قراردادم بستیم با تیتو، قراردادم بستیم، ولی برای اینکه یه بازیکن خارجی بخوایم بیاریم بخوایم بازی بدیم، سه تا آیتم بعد داشته، یعنی سه تا آپشن از چیه، یکی اینکه بازی ملی شو بتونه بازی کنه که ایشون بازی کرده بود، یکیشون یه چک تضمینی، یه چه تضمینی باشگاه باید بذاره، ضمانتنامه، ضمانتنامه اونم که باشگاه ما انجام داده بود. ما یه مشکلی داشتیم با یه پرونده خارجیمون از میروسلاو که حالا پنجرهتون بسته بود نمیتونست، پنجرهمون بسته نبود، یعنی مثلا توی کس هم سه ماه وقت داشتیم، ولی چون پرونده باز بود اجازه ندادن، اجازه جذب شما نه. آقای سید عباسی شما یکی از شاخص الگوتو نگفتی حواسم هست، حالا بعد از سال آقای ما یکی از شاخصه های شما در زمانی که فوتبال هم بازی میکردید اینه که شما خیلی رفیق باز بودید و دوست زیاد داشتید. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم، جز مربیان جوانی هستید که در کلاس های مربیگری هم معمولا شاگرد اول هستید و مربی هستید که فنی بسیار خوبی دارید، چطوری این رو با شاگرداتون رابطه برقرار میکنه، این رابطه دوستی ادامه پیدا میکنه؟ الان در مربیگری داوود صدرعباسی هم یک همچین حالتی رو ما میبینیم با بچه های تیمش. ببینید واقعیت همین هستش که خب اصلا کلن زندگی کردن، فوتبال بازی کردن، چه مربیگری کردن، وقتی این شانس رو داری که بتونی با افراد زیادی ارتباط داشته باشی، با شرایط خوبه، یعنی فرصت خوبه که برای اینکه بتونی برای خودت دوست پیدا کنی، دوست زیاد پیدا کنی، بتونی ارتباط برقرار کنی، چون که همه اینا برای ارتباط برقرار کردنه، چه حالا فوتبال لازم می‌کنی چه مربیگری می‌کنی، بعد ارتباط برقرار کنی. من قبل از اینکه حالا به بازیکن‌های تیمم همیشه میگم من اصلا خودم مثل جای مربی براشون ندارم، یعنی خودشون هم میدونن، مثلا می‌خوام خیلی فوتبالی رو هم دیگه حرف بزنیم، مسائل خیلی فوتبالی دقیق رو هم دیگه حرف بزنیم، از هیچ موقع کلمه های حتی کلیشه ای استفاده نمی کنیم، مطمئن تمرین رو سعی می کنیم با زبان همون فوتبالی صحبت کنیم با بچه ها، و این من فکر می کنم این ارتباط برقرار کردن مهمترین چیز هست، تر مربی بتونیم کمکتون میکنه، خیلی کمک میکنه، اصلا به نظر من اصل اوله، الان مخصوصا تو فوتبال تو همه چی اصل اول هست، شما بتونید اصلا ارتباط برقرار کنید با بازیکن تا بتونید خودتو، یعنی اون باید اول شما رو بشناسه بدونه که چی، بعد بخوای ازش اون چیزی که میخوای اون کاری که باید انجام بده، بعد اعتماد کنه، اگه بهت نتونه اعتماد کنه خب حقیقتا هم نمیتونه اون کاری که انجام بده، خاطر اینکه من خودم وقتی بازی میکردم سعی میکردم میدیدم مربیام چجوری میخوان، حالا یکی مثل آقای یاوری تونست نظم و دیسیپلین رو من یاد بده، من تونستم ازشون یاد بگیرم، به درد خودم خورد، این اگه من نمیتونستم یا آقای آقایی با من ارتباط برقرار نمی‌کرد من نمیتونستم اونا هم یاد بگیرم. من فکر می‌کنم این اصلی ترین کار هست دیگه، حالا بحث فنی شو اینا، شما اول باید اون ارتباط رو بگیری یا بازی کنه بعدش بهش القا کنی که آقا این کار رو باید انجام بدیم، من بازی کنم با اعتمادی که بهت کرده بتونه اون رو انجام بدم. فکر می‌کنم آقای سید عباسی، آقای رضا مهاجری، آقای اکبری میثاقیان که برای هر دو عزیز آرزو سلامتی می‌کنم در سال نو و نوروز رو بهشون تبریک میگم. خب آقای فرهاد حمیدآبی باشگاه شهر خود رو یک باشگاه خصوصیه، ایشون هم خودشون فوتبالی بودن، پیش در یه چیزایی من شنیده بودم که حالا ما چه خودمونم باز تحکیم فوتبالی هستیم که نمیدونم شما تایید میکنی یا نه تکذیب، که آقا فرهاد حمیدآبی چون خوش فوتبالی بوده بعضا مثلا مشاوره هم به سرمربی میده، شما تایید میکنین تکذیب؟ ببینید خب اما من راجع به آقای مهاجری آقای میثاقیان اینجا عرض کنم که من اگه بخوام با صحبتتون نور مربیگری کنم این دو عزیز نمیرسن، میشه استادای من در بنده هستن، سال هاست دارن مربیگری میکنن تو فوتبال کشورمون، اصلا قابل به من خودم اصلا مقایسه نمیکنم با این دو استاد عزیز، ولی قبلش خدا شده من اصلا نمیدونم این چیز داره و اینکه الان به شما مشاوره میدارم خودشون اینجا نیست، دخالت منظورم نیست، مشاوره است، خودشون اینجا نیست، خداش اینجا از خدا شاهده، ایشون اصلا من اصلا شاید ماهی یه دفعه با ایشون حتی تلفنی هم حرف نزنم مثلا، چون که من اصلا مربی تیم اصلا ایشون مالک باشگاه است، فاصله من با ایشون علاوه بر رتبه هم که بخوای حساب کنی خیلی هست، من کارمند باشگاه هستم، بین من آقای حمیدآبی سرپرست تیم هست، مدیر تیم هست، مدیر عامل هست، من با این عزیزان مثل آقای ست ساله ای، آقای شیرزاد، آقای حیدرپور، آقای فارسیجانی، با اینها در ارتباط هستم، مگر اینکه خودشون یه روزی منو بخون تو باشگاه مثلا جلسه باشه من بتونم ایشونو ببینم، ایشون حرف بزنم. البته
خب بحث این که ما حالا با هم یه سیستم هم رفیق هستیم اون به کناره، ولی خدا شده اصلا من شاید خیلی هم خوب چون شنیده میشد از جاهای مختلف. من یکی دو تا سوال رو اماجا مخصوصا مطرح کردم چون آقا داوود و ارادت دارم از قدیم میشناسمش که خودش شفاف توضیح بده. آقا الگوی مربیگریت نگفتی آقای، گفتی طرفدار بارسا هستم. ما تازه اول آقای منو بگم مربی میگم، ما به خدا خودمون هنوز یعنی در خود هم ساعت مربی تماشا میکنی، الگو برداری میکنی از سبک و فلسفه مربیگریش خوشت میاد، تدافعی تهاجمیه. ببینید خب من فکر میکنم تو فوتبال الان من فکر میکنم لیورپول و منچستر سیتی، حالا خودم بارسایی هستم ولی با توجه به همون استمراری که نداره منچستر سیتی یه سرش به بارسا میخوره استمراری که این دو تا تیم دارن تو لیگ برتر، لیگ برتر انگلیس هم شما میدونید خب بهترین لیگ دنیا هست. بله با کیفیت ترین با کیفیت ترین لیگ دنیا هست. وقتی دو مثل منچستر سیتی و لیورپول میای چند سال تداوم داری تو این لیگ، میای همش با هم یه رقابت میکنی تو هفته آخر و تیمایی مثل با حضور تیمایی مثل چلسی، حالا تاتنهام، آرسنال، منچستر یونایتد میای همه رو جا میذاری با این اختلاف میرین بالا. خب این حتما گواردیولا و یورگن کلوپ مربیای خیلی خاصی هستن، به خاطر اینکه حالا نه فقط تو لیگ برتر انگلیس، یورگن کلوپ تو دورتموند، گواردیولا تو منچستر یونایتد، هر جا که بوده ببخشید بایر مونیخ یا بارسلون عملکرد خیلی خوبی داشتن. باز هم من فکر تو گواردیولا و یورگن کلوپ، من فکر می‌کنم یورگن کلوپ مربی منطقی تری باشه نسبت به گواردیولا. گواردیولا من فکر می‌کنم شاید تو بازی شاید خیلی ریسک بالا، خیلی ریسکش بالاست، یعنی گواردیولا تو بازی یعنی من با توجه به اینکه حالا حتما تو خودش میبینه با تیمش با ریسک بالا بازی کنه، ولی من فکر کنم یورگن کلوپ منطقی تر است. آقای ما یه سوال شما بپرس و من جنبندی بفهم. شهر خود رو تو لیگ برتر میمونه این فصل؟ ما تمام تعهدی که میتونیم به هواداره خوبمون بدیم، برنامه خوب شما بدیم با بازیکن و این طرف خودم و بازیکنی که بتونیم تا لحظه آخر بدون تعارف نه که حالا جلوش تا لحظه آخر با تمام توان اون تلاشمون رو میکنیم. امید داریم به خود، یعنی امید داریم به توانایی بازیکنامون، بله تمام تلاشمون رو می‌کنیم، حالا هفته آخر می‌بینیم که انشالله چه اتفاقی میفته. به عنوان آخرین سوال، بهترین تیمی که مقابلش بازی کردی کدوم تیم بوده؟ خب من یا سخت‌ترین بازی که تو لیگ امسال تجربه کردی مقابل کدوم تیم؟ سخت‌ترین بازی که یعنی نشستم جواب من فکر می‌کنم سپاهان محرم نویدکیان که البته همون ابتدای فصل میگفتن گلگهر و سپاهان و استقلال و پرسپولیس مربع قهرمانی رو تشکیل خواهند داد. در پایان فصل گلگهر که اون اتفاق افتاد، سپاهان هم که عقب افتاد از اون رقابت صدرنشینی و قهرمانی، که الان دوئله بین استقلال و پرسپولیس که شما هم جواب دادی آقا استقلال شانس بیشتری نسبت به پرسپولیس. پس سپاهان چی بود؟ این سختیه تو چی بود؟ کیفیت بازیکن‌ها، عملکرد کادر فنی چی بوده؟ مربی خوب، من فکر می‌کنم مربی اون چیزی که تو ذهنش بوده اون زمانی که بازی می‌کرده اون یه سری خصوصیتش، یه سبکی رو دوست داشته و به تیمش القا می‌کرده. من با توجه به شناختی از نویدکیا، محرم نویدکیا داشتم، دوست خوبانه است تیم سپاهان، با توجه به یعنی کلاً شاکله تیمیش، اون تیمی هستش که پله پله خط به خط میرن جلو و اینکه تو بازی‌سازی سعی می‌کنن مالکیت داشته باشن، با توجه به بازیکنایی هم که داره یا اون سبک مونه بازی خود محرم نوید که من فکر کنم تونسته به تیمش خوب القا کنه و اینکه این بازی یعنی جلو ما این کارو خیلی خوب انجام دادن. من فکر کنم سخت ترین بازی اون جلو سپاهان بود، هرچند که ما باخته مثلا به استقلال شاید مثلا بیشترین یعنی بدترین باخته اون بود. مثلا حواشی هم قبل بازی سپاهان براتون ایجاد شد دیگه سر همون داستانی که البته اونا من تأثیری نداره آقای چیز این که بخوایم تو بازی کنیم تأثیری نه اینکه قبل از بازی، ولی خب نه قبل بازی هم یک هفته قبل بود ولی فکر کنم 24 ساعت مونده بود به بازی پرواز، اینکه تو پروازی که داشتیم رفتیم خبرش میگم 5 6 روز بعد اون بازی، ولی خب تحسین نش من اون بازی که ما جلو، البته خب اون موقع تیم ما هنوز اون شرایط خوب خودشو نداشتن، یعنی نتونسته بودیم هنوز تیم اونو یعنی هفته شاید 3 روز و 4 روز بودن و نتونسته بودیم که اون چیزی که می‌خوایم، یعنی هم بچه‌ها هم ما شهر خود رو به یه هماهنگی خوبی رسیده، یک هماهنگی خوبی رسیده. نه واقعیت آمار دیگه، نسبت به قبل که 4 امتیاز داشت ما هر هفته برای شبای فوتبالی می اومدیم
میگفتیم آقا نه امتیاز نگرفت شکست خورد این خط تیره هم شما چند بار یادت خطن دو تا تیم آقا یکم استقلال نباخته یکم گفتم شهر خودرو نبرده خط تیره دو تا تیم هست خیلی اذیت می‌کردن به خدا آقا شما خود زنگ بزن رفیق ما هر چی ما میگیم اذیت میشه بگو آقا دیگه نگیم ما یاد میگیریم و سعی می‌کنیم که والا خوبه دیگه واسه یه بار شاید ما نبینیم خیلی چیزا رو شما واسه بزرگواری خیلی ممنونم ممنون از شما عزیز این آقای داوود صدرعباسی لطف کردی تشکر سال خوبی داشته باشی آرزو موفقیت برات میکنم در پایان اگر سوالی ما نپرسیده باشیم نکته هستش پایانی بفرمایید نه خیلی ممنون مرسی که من دعوت کردید برنامه خوبتون بله و مرسی از دعوتتون آرزو سال خوبی رو برای همه هموطنانم سراسر دنیا دارم